دارن میدونن که به همسری میشه. جناب قاسم یوسف، شما استراتژی از دوام جنگ در افغانستان، آیا فکر نمیکنید واقعا هم نقشه بود پروسه طالب ها و یا امی پس به حضور آمدنشان یک نقشه بود به خاطر دوام جنگ؟ واقعا اگر استراتژی تغییر کرده باشند که جنگ باید در منطقه خاتمه یابد، کار خوب است، و اگر نقشه همون نقشه دوام جنگ باشند، باز از نظر شما یک جاشدن طالبان در حضور سیاسی آیا نفع به افغان ها شاید داشته باشند؟ خب اگر به پروسه صلح به پیوندم روی یک توافق و یک مصالحه و اینها به حیث اعضای قانونمند جامعه در بیاین و همه تحت حاکمیت قانون اگر بیاییم، فکر میکنم راه حل مطمئن امو هست که ما همه خود زیر فرمان قانون قرار بدیم. در رأس قانون اساسی داریم، دیگه قوانین است و در پروسه سیاسی به شکل دموکراتیک همه سهم بگیریم، به شمول کسانی که نو می آیند، مثلا طالبا می آیند، بر از اینا حق داده شود و اینا حق دارن به حیث اتباع کشور که اینا خود به ریاست جمهوری کاندید بکنن، به وکالت در ولسی جرگه کاندید بکنن، در ولایات شوراهای ولسوالی، به همه مقامات انتخابیه اینها حق داشته باشن و مطابق به آرایی که به دست میارن احراز کرسی بکنن. لحاظا در او هیچ حساسیت باید وجود نداشته باشه. یعنی از یک طرف نباید حقوق حق از اینها محدود شوه، از طرف دیگه نباید کدام امتیاز و باج اضافی داده شوه که نه اوش مطلوب است و نه ایش مطلوب است. یعنی حد اعتدال حد معقول است و حد است که عادلانه میتونه باشه و امیدوار کننده. دیگه اگر خدای نکرده برنامه های کلان قدرت های بزرگ به خصوص ایالات متحده امریکا که خود رهبر جهان داره و تقریبا در عمل میبینیم جهان یک قطبی شده و یک رهبر داره، لیدر جهان، اینها اگر همه تصمیم بگیرن که در منطقه ما هنوز امی آتش دوام بکنه، مثل که یکی از تیوری ها همی است که خب از طریق افغانستان که این یک کوریدور است آسیای میانه را تحت کنترل خود بگیرن، برن به چین و روس را مثلا زیر از به اصطلاح این کله گرگر به اونا هم نزدیک نشان بتن، اگر این باشه این تیوری، خب تلاش ما و شما هم خیلی به جایی نمیرسه. اما یک تیوری دیگه هم هست که اجالتاً نمیخواین که چند جبهه داغ وجود داشته باشه. فعلا به شرق میانه، یعنی به سوریه و عراق و لیبی و به اینها میخواین توجه امریکا و ناتو و اینها هم میگیم به همو طرف معطوف باشه و برای مدت این جبهه را آرام بسازند، که اگر این تیوری ایتو باشه آدم میتونه امیدوار باشه که اینمی نشانه ها و علایمی که ما او رو میبینیم و تعبیر مثبت میکنیم امی علایم امکان داره کارساز واقعش کتا مدت باشند. به هر حال جهان امروز ما قطعا و قطعا از دیروز کده ناامنتر است. خطرات امروز در جهان زیر نظم نوین به رهبری ایالات متحده امریکا خطرات بیشتر است از دیروز کرده. جهان انال ببینین
نه تنها برای ماها خیلی ناامن است، بلکه ناامنی دامن کلانا را هم گرفته، دامن اروپا را گرفته، دامن امریکا را گرفته. خب البته اونجی اونها میتونن بر وضع کنترل داشته باشند بنابه امکانات، اما ما از این امکانات نداریم، لحاظا در اینجا آتش زیاد حلقه میزنه، زیاد میسوزانه و این بدبختی هست. به هر حال ما ایتو یک کتیمه یک تحلیل از وضع سیاسی جهان به این میایه که دوام از این امریکا هم نمیخواه و اروپا هم نمیخواه، غرب نمیخواه، به خاطر ای که امیال مثلا شما از لحاظ اقتصادی ببینین یک رکود، یک بحران قوی دامنگیر کشورهای صنعتی هست. اگرچه امریکا گفتن که حالا هم یک کشور اقتصادی هست، مقتدر هست. اون شما خبر دارین اگرنگ از صنعت نفت نفرها هزارها هزارها اگرنگ بیکار شده میرن و همچنان به ایدگرها. بحران اقتصادی شما برین به دبی که ای خواهمو یک نو نبض تجارت و اقتصاد جهان نشان میده، چی رکودی پیدا شده، چی بحران پیدا شده. میخوایم بگم که سختی ها طور آماده که دنیا باید بازنگری کنه، فقط مشکلشان به کجاست که به حد رسیده که به آسانی چیزی که روی کار کردن آل پس کنترل کردن نمیده. خب سردار چیز تاکید کردن که حکومت افغانستان و طالبان همزمان با آغاز گفتگو نباید شرایط وضع کنند هر دو طرف. در گفتگوهایی که شرایط نباشن فکر میکنی که ما به نتیجه شاید برسیم؟ بیشتر معنای این گپ ای است که پیش شرط وجود نداشته باشه، یعنی ما نگیم که وقتی که ای شرط به جا شده ما میریم سر میز مذاکره، و او طرف هم نباید بگوید که ما این شرط ما به جا شده که ما برم به مذاکره حاضر شدم. پس اما بالای میز مذاکره شرایط مشروع هر دو طرف باید مطرح شوه. طالبا بیشتر اونا شرایط خود مطرح میکنن و جانب ما هم باید اینا در روشنی امکانات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی. خب ببینن که چقدر شما فکر نمیکنین که ما پشت طالب میگردیم که باید به میز مذاکره اونها را کش کنیم و امروشون صحبت کنیم. طالب و یا نماینده های طالب از دوحه صدا میکنن که ما حاضر هستیم و شرط های ما اینی هستن. آیا فکر نمیکنین که وقت از دست میتیم و بس؟ به هر حال ما به جوابشان مثلا ما میگیم بیا به میز مذاکره بشیم. از کدام آدرس؟ از آدرس چهار جانبه و یا از آدرس مشخصیدگی؟ هر گروهی که آل قدرت شده، نفوذ سیاسی داره، اهم از نفوذ سیاسی محض و نفوذ سیاسی توأم با نفوذ نظامی قدرت جنگی. لحاظا گروه های زی نفوذ خوش میشه ما که همگی دوره هم جمع شد، پیشتر که من عرض کردم که همه شمول شده معنایش همی هست که گروه و گروهک های زی نفوذ همه اگر ما بتانیم چی مستقیم چی نیابتی از این گروه است به نمایندگی از گروه دیگه، هم اینها دور هم بشینن به یک توافق به خاطر رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار. این دو صفتر ما همیشه با صلح خود سنجاق کده داریم که باید صلح عادلانه باشه، پایدار باشه. صلح عادلانه بسیار معنای امی سطحی و سادهش امی هست که حق از حقوق هیچ قشری از اقشار جامعه ما را پایمال نکنه، اهم از مرد و زن، اهم از جوان و پیر، نه از دو طرف هیچ کدام حقوق از اونها پایمال نشه. حقوق اساسیشان آخه ما خود اون طرف دیگه خود اتباع کشور ما و شما هستن، خود افغان ما هستن. وقتی که شان میشینیم، وقتی که قانون اساسی میگه که
افغانستان شامل همه اقوام است دیگه، همه اقوام و مردم افغانستان صاحب حاکمیتن. پس اونهایی که میاین به پروسه صلح تفنگ میگذارن به داخل قلمرو کشور خود، اینا تمام امو حقوق اساسی که خب ما و شما داریم اینا هم صاحب باشن. پس صلحی که دوامدار باشن او چگونه شاید باشن؟ یک تماس داریم مشنیم و از شما باز نظر میخواییم اینشالا که صلحی که دوامدار باشن خواست افغانه ها هستن. عجی صاحب علی احمد مونسر اپلی که کده عجی صاحب سری مشه میره بنی جناب جبران صاحب سلام علیکم تاسو تا او علمتا خوران کنیم. علیکم السلام جناب جبران صاحب، در خبری خو بیری و بیری خو اکلی چی کتا براسو جناب جبران صاحب کترنا طالبانو ناریوی او چه دموگا در شرطو ندی بل حقیقت در سوال لسکالا دی صلح شورا هم دسی واضح خبر او نکلا طالبان چیری دی دوک دی ملا عمر زندائی دا مر دا رو سکوری که اوز هم مگه مخیم دا خبر کرده که پا دی سریال که دسی او تغییر آسی سی جنگ لیکم سی اغا دیل خبر دا کنه اصلی معامله خو دی طالبان و او دی امریکا پا منز که نو دا با پا جرگه که کم منطق اومنی دی طالبان دی امریکا دی سرپرست بیلان دی کینی او دی اصول خوی صلح دی چه سره؟ طالبان خود افغانستان ملت سره کم دکمنی نلری دی مخترا خود دمدغ ملت دی خود امریکا سره دکمن و امریکا را غی دی طالبان حکومت رنگ او بل حکومت سره غی نو اول صلح خود امریکا او دی طالبان خود که باید موشی دی کم دلیل امریکا افغانستان ترانن او دی طالبان حکومت رنگ دی القاعده دی بلادن سر را غی نو القاعده و بلادن خود پاکستان جو پاکستان دی بنانو تلی و نو اوس رازو اصلی خبری که جناب جبران صاحب داغ خبری سی اوس روانی دی ما تا دی ما پا نظر ای نخ کاری گی پدی سی ولی طالبان وجود نلگی دره غنڈو که بسلور غنڈو که سی طالبان وجود نلگی نو دا غنڈی سمانا ما تا دسی ساری گی جناب جبران صاحب سی دی سریال ایو برا ایو پارت ورکولی سی اوس دی طالبان و آغا اصلی خو وجودی پاولا که مسکنان او گی پیانون پیدا سو خدیا استعمال سو او دی طالبان و میراس کسی چوک کینی پا آغا بانده یو کسیم چوک کینی لکه اوز پاکستان که دا غنده او پا کتر که آغا غنده نو دا ما تا سر ننیزی که واری دی افغانستان حکومت سو هوا کی نو دی آغا طالبان سی آغا حق دار دی طالب دی میراس ولری سیال تکینی آغا آغا طالبان دیسی پا افغانستان کی جنگی کی جنار دی برانس ہے آغا طالبان خونه دیسی پاکستان دیچا تلان دی کینی نو کپا سریال کی کم تغییر آسی دا بیل خبر دا کنا دا سسٹم دا سسٹر چپا گونده روان دا دو خدای دی خیر پیکی جنار دی برانس ہے خدای پاک دی خبر رکھتیا هم خبر را هم وگری منانا کم آجی سب جناب خاصی میرسا واقعا هم مورد نگرانی بیشتر نیستن دو مسئله مهم یا ای که طالبان نمیخواین که صلح کنن و یا نمایندگی طالبان را یکی از این کشورها میکنن که در این نشست چهار جانبه یا کمیته چهار جانبه هستن کدام یکشان بیشتر است؟ یعنی با مثلا وقتی که پاکستان حاضر شد در قالب این نشست چهار جانبه داخل شوه و وعده ها میتن از همکاری و در عمل هم تا حال همکاری کردن، یعنی امی مقدار انکشافی که تا حال پیدا شده در امی نشست چهار جانبه همکاری پاکستان وجود داشته. خب اوسانش طوری که برادر عزیز ما گفتن دور و دراز است که چطور گروه طالب به وجود آمد، مقدار شرایط داخلی کشور ما بود، اونمو تقریبا ملوک و توایفی پیدا شده بود، روزگار برای مردم سخت شده بود، طالبا یک گروه به کمک پاکستان به کمک یک دیگه کشورهای دیگه نام نمیگیرم اما گپ بین زیر بوتو رو به یاد شما میتونم که او گفت که ما نیستیم ای کشور که ما یک جای گروه رو ما کمک کردیم. همون وقت
نیت آدم که میبینه بد نبوده، به خاطر این بوده که به افغانستان یک آرامش بیایه، از این حالت دربدری خلاص شون. اگر یاد شما باشه اینها هم فرشته های صلح هم میگفتن. بله. وقتی که طالب نوامد خیلی ها از این استقبال کردن، میگفتن که اینو ما آمدیم به صلح. خب ظاهر نیت بود. ظاهرا همیتو بود. خب بعدا متاسفانه گپا طور انکشاف کرد که این از دامن از اینا امریکا ادعا داره، منصوب ساخته، و ما تا حال نشنیدیم که القاعده رد کرده باشه امو عمله که در نیویورک دو برج زدن و 3-4 هزار نفر بیگناه کشته شد که یک حادثه علمناک است. این نسبت دادن به القاعده، القاعده رد نکرده. اگر نکرده بود باید رد میکرد که من نکدم این کار را، این را به ناحق به من نسبت میدن. پس این کار را کرد. وقتی که 3-4 هزار نفر بیگناه را تو برو به خاک و خون یکسان کو، خب معلوم داره ای تو پیامدهای پشتش میاید. خب میخوایم بگم که کاملا حال به همه ما و شما ثابته که دست پاکستان وجود داره، دست امریکا در این مسائل هست، دست یک دمسایه های دیگه ما هست که ما هم میگیریم نمیخوایم به یک سیلی چند روی بگیریم اوگار کنیم. به هر حال فعلا ما به همی میاندشیم که امی پدیده وجود داره. خب به نام طالب مشکل همین جاست. اگر ما بگوییم که پاکستان نمایندگی طالبان را در این نشست چهار جانبه میکند، پس ما همه چیز و یا جامعه جهانی باید از پاکستان بخواین که شما بس کنین، اگر جنگی که در افغانستان آغاز کردین باید بس شون و بس کنین. پس چرا ما از طالب میخواییم؟ نه تقریبا به همی راه پیش میرن. همی چهار جانبه خب به اصطلاح امی گپ است که اینها متعهد شوند، مشترک شوند، هماهنگ شوند، نقشه راه را درست بکنند. این مذاکرات برای صلح نیست، مذاکره صلح نیست. بله. که برادر ما اعتراض کردن که خب طالب وجود نداره در این مذاکرات صلح. ما امور میگیم که مستقیما بین رهبری طالبا و دیگه رهبری گروه های مخالف مسلح با جانب ما یک جا بشینیم روی صلح گپ بزنیم. هنوز او نیست، این کارهای مقدماتی است. اینها به اصطلاح زمینه را جور میکنن، راه را صاف میکنن که باز اون نشست صورت بگیره. اما اقتدارها با امینا هست، این شک نیست. خب یک دفعه پاکستان به نمایندگی از رهبری جهادی ما و شما، از رهبرای جهادی او نمایندگی کرد، توافقات ژنو امضا شد، شما در جریان هستید. او توافقات دیر نپایید و سکلید. یک دلیلش هم امی بود که خود رهبری جهاد اشتراک نداشتند در اون مذاکرات. پاکستان به نمایندگی از اینها این کار کرد. این نباید تکرار شود. مخاطب اصلی ما طالب هست. ای که طالب چی ارتباطات با کی داره ایش میگذاریم، اما طالب طرف مقابل ما در مذاکره هست که ما با اینها باید بشینیم. مخاطب اصلی ای هست. مکر پاکستان مسئله کنم بسیار خوب درست است که خیلی مؤثر است، اما پاکستان خود نماینده طالب نیست. طالب یک وقت از لحاظ حقوقی حق دارن بگن که ما خود صلح نکدیم، پاکستان که شما صلح کده. دیگه از او واسطه او اشتباه گذشته نباید تکرار شوه از توافقات ژنو که بله. یک طرفش اتحاد شوروی وقت بود، یک طرفش پاکستان بود. پاکستان همراه ما، یعنی همراه بله اینا همکاری بکن. بس همکاری خود اقدر بله طالب هم... خودشان طالب دیگه بله. یعنی ضعیف شود. من امی عقیده دارم مثلا اگر امیال پاکستان اعلان کنه که تا ظرف 6 ماه اگر طالب موافقه نکنه به صلح اینا نرسه، اینا همه خاک پاکستان ترک کنن. خود دورا داره یا همه پس میان به داخل افغانستان، یا رهبریش خود نمی آیه بیرون میشه میره، یا به قطر میره یا به یک جای دیگه میره. او وقت است که خیلی ضعیف میشه، راه تمویل از اینا بسته میشه، راه
تجهیزشان بسته میشه، لوجستیک از اینا با مشکل مواجه میشه، اینها نمیتونن. خب از او واسطه است که امی بازیر پاکستان را گذاشته، هم ثابت کردن که با یک تلفن امریکا طالب پاکستان طرف خود معلوم کردن در مقابل طالب، پس حالا هم میتونن با یک تصمیم همه چیز روشن دیگه از او واسطه ما حساب میکنیم سر امی که این چارتا به اصطلاح چارکولا یک جا میشه دیگه میشینن. خب جناب خواستم رسید یک مشکل دیگه یا یک مسئله دیگه که هستن در نشست اولی که در پاکستان انجام شد، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفتن که در دو ماه شاید نتیجه داشته باشن این گفتگوها، و امروز در نشست سیومی گفتن که در اواخر فوریه شاید تاریخ و یا هم شاید طالبا با هم با طرف افغان بشینن. اگر واقعا هم طالبا حاضر به گفتگو شوند، آدرسی که شما میبینین کدام شاید باشن؟ به نقشه راه چند چیز باید روشن باشه. خود ترکیب هیئت‌ها، آجندای کاریشان، زمان و مکان. گرچه مسئله زمان به اصطلاح قطعی شده نمیتونه، شما میفهمید پروسه شکننده است، وضع حساس است، یک تغییر آنی میآید، تغییر میکنه. اما یعنی این سوال ها باید حل شده باشه در این نقشه راه، که پیش از اینا حل شده باشه که این نشست در کجا صورت خواهد گرفت. شورای عالی صلح پیشنهادهایی را ندادن به حکومت و یا به ما به سه جای ببینیم. شورای عالی صلح من حیث پرنسیپ میگه که چون افغان ها هستن، خود افغانستان بهترین جای است، در اینجا مداخلات خارجی هم کم میشه، آزادانه میتونن بشینن. اگر دغدغه امنیت دارن برای ششتن، او دغدغه را مثلا امیج قوای ناتوی که البته حالات مشاورت است، یعنی ملل متحد، دولت افغانستان، همگی امی چهار جانبه میتونن تضمین بکنن که اینا اگر به کابل نشست میکنن، یعنی داخل افغانستان نشست میکنن، امی نشست در امن باشه، کسی اعتراض به اینا نکنن، کسی حمله به اینها نکنن. اما خب باز هم ما میگیم برای ما جای مهم نیست. خیلی اگر افغانستان نمیگیرین، هر جایی که شما موافق باشین، شما در امن احساس کنین خدا، شما به او راضی باشین، ما راضی هستیم، ما میریم. لحاظا ما شرط جای خیلی محکم نمیگیریم. رول شورای عالی صلح چگونه از در این مسئله؟ ببینین، حالا امی سوال تقریبا سوال روز شده. به این معنا که چون در این نشست چهار جانبه از شورای عالی صلح به سطح یک عضو اشتراک نداره، البته دارالانشای ما اشتراک دارن کهشان، لکن نه به این گپاف. این جواب واقعیش امی است که این بین الحکومات است، نه مذاکره که برای صلح باشه که شورای عالی صلح باید می بود. خب اگر وقت و یا جای گفتگو معلوم میشن، رول شورای عالی صلح ما باور دارم تا این با این سرپرستی ها نو یک سال میشن که شما سرپرست این مشکلات پیدا شد. اون سر و صدایی که تازه پیدا شده عبارت عظیمی هست که کشورهای دونر از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، یک عده دیگه، اینها چون دیدن که یک سال و چندی گذشت شورای عالی صلح رئیس نداره، دارالانشایشان به حالت ابهام وجود داره، رئیسش معلوم نیست درست، از او واسطه این تعبیرهای به وجود آمده که البته شورای عالی صلح را نمیخواین، در حالی که شما میفهمید این شورای عالی صلح این ملی جرگه مشورتی که 1600 نماینده به شمول اعضای ولسی جرگه، مشران جرگه، همی زعمای کلان کشور همگی در او اشتراک داشتن، دست بالا کردن، او مشوره داده که یک شورای عالی برای صلح جور شده با ایتو ترکیب. از او واسطه از لحاظ حقوقی، یعنی
مقام پایین تر از امون لوی جرگه یا از امون جرگه ملی نمیتونه در لغو از این تصمیم بگیره، اما اصلاحات در ترکیب از این میتونه بیایه به خاطر بهبود کار. بله، از نگاه حقوقی مشکلی نیست. نیست، بله. و از نگاهی که این شورا از ایجاد تا به حال سمبولیک بوده، آیا شما نه والا من سمبولیک باور ندارم. من دلایلم میگم، ببینیم اگر قبول شوه. اولا که میگن هیچ دستاورد نداره، من از این دستاورد کلانش که عبارت باشه که قابل لمس است، بیش از 11,000 نفر تا امروز، یعنی 11,100 چقدر شده، تفنگ به دست به پروسه صلح پیوسته، لشکر جنگی کم شده، 6,000 میل سلاح به زمین گذاشته شده، به دولت داده شده، 6,000 میل سلاح. ولی ببینیم. نه خب جناب قاسمی صاحب، من در مورد شورا کدام مشکلی خاصی ندارم، ولی پرسش در اینجا است که افغان ها میگن اگر دستاور داشتن همین 11,000 یا چند هزاری که شما گفتین که با پروسه صلح یکجا شدن، تأثیر وقتی آدم حس میکرد که در نبرد در جنگ ها هم کاهش میامدن، روز در روز جنگ ها اضافه شدن، پس چی نتیجه میگیرید؟ خیر ببینه، سوال وارد است. ببینین در هم وقتی که گروه می آمدن، در امو محل اثرات مثبت خود داشتن، یعنی شعای امنیتی گسترده می شد، یعنی امنیت بهتر می شد. ای که مثل دول عرد واره خالی می شود و پر می شود و گرنگ سربازگیری می شود و دگه می آید و باز اینا رو تمویل می کنن، تجهیز می کنن، این جدا گپایست. به هر حال دستاورده های شورای عالی صلح امروز خوشبختانه شما میبینین امی فرهنگ پرخاشگری و جنگ طلبی که چند دهه یک دو دهه به شدت به جامعه ما حکم روا شده بود، حالا این به یک فرهنگ صلح بدل شده. کل مردم ما از صلح گپ میزنن، خواهان صلح هستن، زنا صلح میخواین، بچه ها صلح میخواین، مردا صلح میخواین، همه گی به طرف صلح میرن. از طرف دیگه با حساس امی تلاش ها امروز جامعه جهانی مکمل کشورها پشتیبانی خود حمایت خود از پروسه صلح نشان دادن به رهبری افغان ها و به مالکیت افغان ها، و امروز اجماع در منطقه به وجود آمده که البته حکومت وحدت ملی در این را خوب تلاش کرده، اما همه از اینها گری خوردن که پروسه صلح کشورهای قلب آسیا نشست ها سه جانبه در لندن، در استانبول، همگی از اینها به خاطر امی صلح بوده. یک کسی اگر سوال کنه که شما امنیت خود ناوردین مثل که شما گفتین، آقا جان من امی یک جواب میگم، 1.5 لک عسکر مجهز تا دندان از ناتو نتانیست امنیت بیاره، پس چند تا موسفید کلانای قوم رهبر جهادی و رهبر اجتماعی و سیاسی اینها چطور میتونستن که این امنیت بیارن؟ تشکر جناب خواستم در نوریدون کلتاس و همی عوضونی من لکن تربیم پلو یا بکن که سکتن تالاس بارم بریالی واسی.